بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با شما هستم اوقات بهتری داشته باشیم یا قادر باشیم اوقات بهتری برای خودمون بسازیم. اجازه بدید ما صدای تلفن رو ببندیم و شماها اگر تماس میگیرید لطف کنید پیام بذارید. اول از هر چیز ممنونم از تماسی که آقای منوچهر گرفت امروز صبح و من بارها گفتم الحمدلله وضع مالی و زندگیم در حدی بوده و هست که احتیاج به کسی نداشته باشم و دلیلش هم کار سخت، دوستانی که من رو میشناسن سالها اینجا کار کردیم و توی آمریکا هم بالاخره هر عیب و ایرادی داره، حسنش اینه که اگه شما کار کنید موفق میشید و حقیقتا 10 دلار، 50 دلار، 100 دلار زندگی من رو تغییر نمیده. ولی اون چیزی که مهمه لطف شما دوستان هست که ما رو به قول معروف ضرب المثل های فارسی نمکگیر میکنه و ما باز فردا زودتر میاییم، با وجودی که بعض وقتا میگیم مثلا چرا اینجا هستیم، چرا وقت شما رو تلف میکنیم، وقت خودمون رو تلف میکنیم، مثل همه بریم دنبال پول و کار و کاسبی، ولی باز تقصیر منوچهره، باز تقصیر اون دوستیه که وقتی من میام از مدرسه دارالفنون عکسی نشون میدم فوری 100 دلار ارسال میکنه و میگه که این رو خودت هر جوری که خواستی خرج کن. اگر کسی هست در ایران که میتونه این مثلا پولها و کمکها رو به اصطلاح یه خرجی کنه که واقعا هم اون که ارسال کرده خوشحال بشه هم اونی که میگیره، با ما تماس بگیرید. تماس با ما خیلی ساده است، ما سعی کردیم همه چیز رو ساده انجام بدیم چون به این نتیجه رسیدیم که سخت گیرد روزگار بر مردمان سخت گیر. این همه به هم دیگه سخت گرفتیم کجا رسیدیم؟ پس به قول آمریکایی‌ها ایزی دزید میگه، یعنی ساده انجامش بده انجام میگیره. و ایمیلمون رو نگاه کنید چقدر ساده، usa.sorby، یعنی شما دیگه هیچ چی لازم نیست یادت باشه، USA یه نقطه میذاری که USA سوربی قاطی نشه، نخونی USRB، USA نقطه سوربی @gmail.com. از اون ساده تر info@mardomtv.com. شماره تلفن، دو تا شماره تلفن داریم، 703-957-6150 202-695-2573. با این شماره 202 شما میتونید تکست ارسال کنید، میتونید پیام بذارید و همه چی. برگردیم به ماجرای 10 دلار منوچهر خان. البته 10 دلار نبود، ایشون لطف کردن همیشه سه ماه به سه ماه یه چک مینویسن 30 دلار، ولی این دفعه 40 دلار دادن. من اول فکر کردم که چون ایام عید به اصطلاح مسیحی ها هست و اینجا به هم کادو میدن و اینا، ایشون لطف کرده 10 دلار به من عیدی داده. در صورت خوشحال شدیم و دیدم که توی نامه‌ای که همراهش فرستادن خیلی هم خط قشنگی دارن، ایشون نوشتن 3 ژانویه 2016، آقای سوربی سلام، ابتدا شادمانی فراوان برایتان آرزو می‌نمایم. از اینکه وقت گرانبهای خود را صرف نموده و پرسش مرا پاسخ فرمودید سپاسگزار و قدردان می باشم. حال من 30 دلار برای ماهای ژانویه، فوریه و مارچ به اضافه مبلغ 10 دلار ناچیز جهت پایداری برنامه‌هایتان تقدیم می دارم. امیدوارم با نیروی بیشتری به کار فرهنگی خود ادامه دهید. خرسند و سرقرار باشید، منوچه. منوچه جان ممنونم. امروز هم خود ایشون باز لطف کرد تماس گرفت، گفتم چه خوب شد که تماس گرفتید، ممنون و متشکرم. حالا چی بوده موضوع؟ این دوست نازنینونم مثل همه ماها که یه بار کامپیوترمون به دلیل وبسایت‌های مختلفی که میریم، به دلیل چیزایی که برامون میفرستن دوچار ویروس میشه و اشکال و اینها،
ایشون تماس گرفت و من بهش گفتم که تا اونجایی که من میدونم به این شرکت هایی که هی میگن به ما پول بده کامپیوترتون رو درست میکنیم اینها، شما پول نده، چون خود اینها هستن که اون ویروس رو فرستادن و به قول معروف کامپیوتر شما رو داغون کردن. ببرید بست بای یا ببرید استیپل. این بنده خودم برده بود، یه پولی هم نمیدونم 170 80 دلار داده بود اینها. و من اون قسمت بعدیش یادم رفت که بگم حالا یه سرویس یه ساله هم از اینا بخرید برای این چیزایی که هی خراب میشه و من و شما هم زیاد نمیدونیم راجع بهش. بد نیست آدم یه سرویسی، یه ضمانتی، اینجا میگن وارانتی یا گارانتی، تفاوت وارانتی با گارانتی هم یه وقت یه روز بیاد یکی توضیح بده. و ایشون اونو نخریده بود. وقتی که آمده بود بعد یه دو ماهی دوباره کامپیوترش همون اشکال رو پیدا کرده بود و ایشون هم لطف کرد تماس گرفت و من بهش گفتم که اینجوری اینها. گفت حالا من دادمش به یکی از آشنایان، اگر درستش کرد درست کرد، اگر نه به شما تماس میگیرم، شاید شما بتونید کمک کنی، اگرم نه میبرم همونجا. و گویا برده بوده و درست کرده و این بارم سرویسی که گرفته، دوستان یادتون باشه این سرویس اینترنت که شما میگیرید که بهش میگن، اون شرکت ها بهش میگن ISP Internet Service Provider، Cox، Verizon، Xfinity، Comcast، AT&T، حتی بعضی جاها هنوز، یا شرکت های دیگه، اینها بعضی وقتا یک سرویس مجانی باهاش میاد ولی به همه نمیگن مگر اینکه شما سوال کنید که آقا یا خانم آیا این سرویسی که من از شما خریدم اون آنتی ویروس و اینها هم میاد براتون نصب میکنه. بعضی وقتا حتی میتونید با یه مبلغ بالاتر، ماهی 3 دلار، ماهی 4 دلار اضافتر بدید. من شنیدم آنتی ویروس های اینا بهتر از اون مال آقای مکفی و نمیدونم دیگرانم هست. در هر صورت من از منوچه خیلی ممنون و متشکرم. و یه چیزی رو هم حقیقتا من به ایشون بگم، ببینید شما وقتی که 10 دلار 40 دلار برای تلویزیون ما میفرستی، من وقتی خوشحالم وقتی میرم بیرون یه جایی ساندویچ میخرم، میبینم مثلا دختره داره با دوستش صحبت میکنه یا آقای داره به دوستش میگه که امروز صبح ماشینم خراب شد فلان اینا، حالا نمیخوایم پوز بدیم، 10 دلار 20 دلار من میگم این مهمون من باش، یه نهاری یه نوشابه چیزی میدم به اونا. یعنی شما ببینید دوست عزیز، با اون 10 دلاری که میفرستی من رو خوشحال کردی، من با این 10 دلار رفتم یه جوونی رو خوشحال کردم، اون جوونه ممکنه باعث بشه کارش رو از دست نده به خاطری که فردا ماشین نداره. یعنی ببینید چقدر مؤثره یک کمک کوچولو. اینی که من به شما تو برنامه ها میگم دوستان دنبال این که میخوایم 40 میلیون جمع بشیم، بعد که 40 میلیون جمع شدیم حالا بشینیم ضرب و تفریق و تقسیم انجام بدیم ببینیم که من میتونم غلطی بکنم یا مردم باید بیان از من بخوان. اینو آقا رضا پهلوی میگه، میگه من میشینم ببینم مردم چی میگن. آقا مردم میگن تو بیا باشو سفور شهرداری تهران، آیا حاضری بری؟ دروغ میگی. همین دیروز هم احمد مرد ولی دروغ میگین شما. آقای خانم اشرف در نیویورک گویا زندگی میکردن، مردن. حالا این زندگیش چه فایده‌ای داشته اصلا برای بشریت، برای انسانیت، برای خودش، برای پدرش که حالا نبودش داشته باشه. میدونید به بعضی ها میگن این مثل فیل میمونه، مرده و زندهش یه ارزشی داره، اینها مثل فیل هم نیستن، هیچ ارزشی نداشتند و ندارند. اینم تسلیت ما به شاه اللهی ها که خانم اشرف به پهلوی رو میس میکنن، یعنی از دست دادنش براشون خیلی مهمه. Got all picture downloaded from all three. مرسی، ممنونم. من یک کاری رو انجام داده بودم، کار ویدیو و پیکچر برای یک شرکتی، یک اینجا میگن لا آفیس، دفتر حقوقی و دفتر وکالت. و دیروز اون منشیشون با من تماس گرفت که من هرچی این اکسا رو میفرستم برای اونایی که میخوایم آگهی بدیم، میگن این اکسا سایزش کوچولوه و کافی نیست. بعد بهش گفتم که ببین شما وقتی اکسا رو میذاری داخل ایمیل،
ایمیل، سیستم جیمیل، یاهو، AOL، اینا میان این عکس ها رو کوچیک میکنن، میگن این فقط میخواد این عکس رو نشون بده به طرف توی ایمیل، ولی عکس رو اگر پیوست کنی، اتچت کنی، اون با همون سایز اصلیش میره. و بعضی وقتا به همین خاطره که شما ممکنه 20 تا عکس رو بتونی توی ایمیل اینسرت کنی، اینسرت کردن به فارسی چی میگم، داخلش بذاری، ولی اگه خواستی همون 20 تا عکس رو به عنوان پیوست بفرستی، میگه این سایزی زیاده. یه مقدار اینا رو یاد بگیریم. ای کاش ما به جای این برنامه های سیاسی بیخود مزخرف رسیده بودیم به جایی که یه چیزی که بلدیم به دیگران هم یاد بدیم. بذارید من یه چیزی رو یاد بدم. دوست خوبمون برای من یه چیزایی فرستاده بود، همه شد چیز، یه چیزی رو یاد بدیم، یه چیزایی رو فرستاده بودن و سه تا عکس فرستاده بود. دو تا عکسش خانا بود، یه عکسش همچین به اصطلاح مشخص نبود. اینجا میگن فوکس، فوکوس میگفتن، یا تو ایران هم میگفت درست شما فوکوس بکن میبینیش، یعنی تمرکز دادن. این یه چیزی رو مثلا تمرکز میدی روی قسمتی. ببینید اونایی که تلفن آیپاد، آیفون، اسمارت فون دارید، اینها خب وقتی که این رو از دوربینش میخواین استفاده کنید، ببینید من الان براتون اینجوری اصلا نشون میدم که نمیدونم شما خودتونو ببینید. مثلا ببینید وقتی دوربین دو طرف داره، یه طرف این ور رو نشون میده، یه طرف اون ور، اینم با اینجا عوض میشه. بعد شما وقتی میخواین عکس بگیرید از اون چیزی که میخواین، اون جایی که نمیدونم چجوری نشون بدم به شما، اون جایی که میخواین، مثلا من میخوام از صورت خودم عکس بگیرم، روی صورت خودم اینجا بهش میگن تب، این اینجوری تب کردن، لمس. میدونید این تلفن ها رو تو ایران میگن تلفن لمسی. تب کنید، باور کنید این تلفن به غیر از این که فوکس میکنه، یا یعنی یه جا مرکزیت میده، اون رو شفاف درست نشون میده، شما حتی میتونید نور رو کم و زیاد کنید. اگه یه جای تاریکه، اگه یه جای خیلی روشنه، بغلش یه نوری هست. ما ها اگر آمده بودیم هر کدومون 2 دقیقه، یه روز که یه برنامه داشتیم 2 دقیقه یه چیز مفیدی رو یاد دیگران داده بودیم، الان وضعمون خیلی بهتر از این بود. شاید اون خانمی که به من زنگ زد گفت که آقا شما میای اینجا وقتت رو تلف میکنی، از همه جا میگی، منظورت چیه؟ شاید اون بنده خدا میخواسته بگه آقا حالا که میای عمرت رو میذاری، خب یه چیزی بگو که برای ما هم قابل استفاده باشه. من ضمن این که از اون بانو عذر میخوام اگر من اون روز چیزی گفتم که ایشون ناراحت شده، همینجا میگم شاید ایشون نتونسته منظورش رو به من منتقل کنه صحیح، و شاید ما همه فکر میکنیم این کاری که داریم انجام میدیم یه کار مفیدی هست، یه کار درستی هست. در صورت ممنونم از شما، بدیهای ما رو به خوبیهای خودتون ببخشید. اگرم جایی خوبی از ما دیدید متعجب نشید، سورپرایز نشید، بابت اون خوبیها سعی کنید حمایت کنید. اول سال هست، هرچی ماه دسامبر فریاد زدیم که کریسمس داره میاد و آخر ساله، هیچ کس به فریادمون نرسید. نگم هیچ کس که دروغ گفته باشیم، خیلی از دوستان لطف کردن، همون دوستی که 100 دلار الان فرستاده برای این مدرسه دارالفنون و قبلا هم 500 دلار فرستاده بود برای اون پسری که در یزد احتیاج داشت براش دستشویی و توالت درست کنن، همون 200 دلار قبل از به اصطلاح سال نو فرستاد، و دوستان دیگه هم لطف کردن فرستادن، بانوی 100 دلار فرستاد، دیگری 40 دلار فرستاد، 60 دلار فرستاد، و از یکایکتون ممنونم. ما گاهی وقتا به دلیل اینکه عصبانی هستیم از دوستانی که کمک نمیکنن، به دوستانی هم که کمک میکنن به اصطلاح وقت و احترام نمیذاریم ازشون تشکر کنیم. بابت اینم من ازتون عذر میخوام و امیدوارم امسال که سال نوی رو شروع کردیم و امروز 8th روز هست ازش، بتونیم بهتر باشیم. هی نگیم سال بهتری رو برات آرزو میکنم، خودمون بهتر بشیم، شما بهتر بشید، دنیا بهتر میشه، سال بهتر میشه. امروز جمعه 8th ژانویه 2016 است و برابر با 18th دی ماه 1394،
ساعت 4 بعد از ظهر یک ویدیویی رو از آقای حسن ارشاد از ایران براتون پخش میکنم. شما رو به دیدن این ویدیو حتما 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 دعوت میکنم تا ببینید چقدر قشنگ و با منطق راجع به بهایا صحبت میکنه. بهایایی که امروز در آمریکا، در کانادا، چون قدرت دستشونه، مثل آقای معینی یه جیلویزی را انداخته و اینها میخوان دیگران رو خفه کنن، میخوان اینها بشن وزارت ارشاد، میخوان بشن ساواک، میخوان بشن وزارت اطلاعات. دوستان، اگر همین دوستان به یک قدرتی برسند چه خواهند کرد؟ این سواله. شما اگه جوابی دارید بیان مهمون من جواب بدید. دکتر حسن ماسالی رو همه شما میشناسید. ایشون رو به اصطلاح روز دوشنبه خواهیم داشت و امیدوارم شماها هم بیننده برنامه باشید. من دارم این تلفن رو خاموش میکنم که کسی تماس نگیره یا زنگ نزنه، ازتون عذر میخوام. و ممنونم، باز میخواستم گله کنم بگم چطور وقتی ما میگیم حمایت کنید هیچ کس حمایت نمیکنه، ولی وقتی یه سوالی میکنم میگم که این کلمه آچمز یا آشمز، بعضی یاد من آشمز شنیدم، آچمزم شنیدم، آچمزم شنیدم، فکر کنم ترکی باشه. وقتی میپرسم 25-6 نفر فقط رو فیسبوک، رو ایمیل پیام برای من گذاشتن که این همون مات شدنه که مهرهات هست، مهرهات از بین نرفته، ولی حرکتی نمیتونی انجام بدی توی بازی شطرنج. دکتر حسن ماسالی رو روز دوشنبه خواهیم داشت، به احتمال زیاد ساعت 2 بعد از ظهر وقت نیویورک. و باز هم از منوچهر عزیز ممنونم، این نوشته ها رو گذاشتم اونجا که حالا بیایم سراغ فولدر یا پوشه ای که گذاشتم اینجا، ببینیم که براتون چی گذاشتیم که با هم بخوانیم و با سواد شویم. و اما ایران و یمن، میدونید که ایران و عربستان سعودی یه جنگی دارن، به این نوع جنگ ها میگن جنگ های پراکسی، که مثلا روسیه و آمریکا مثل میزنن توی یه کشور دیگه با هم جنگ میکنن. ایران و عربستان سعودی توی سوریه و توی یمن و اینها با هم جنگ میکنن، یا ایران و اسرائیل مثلا توی فلسطین و لبنان با هم جنگ میکنن. اینا رو بهشون میگن پراکسی. و بعد از ماجرای اعدام اون شیخ نمر یا هرچی که اسمش بود، مردم حمله کردن، بعضیا میگن حتی اینا دست نشانده عربستان سعودی هستن، ایران هم 40 تاشون رو دستگیر کرده و اینها، به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و در مشهد گویا دیروز سفارت، گویا چیه دیگه، اینها براتون از هافینگتون می‌نویسه که The World Post، این خانم هافینگتون هم آمد کاندیدای رئیس جمهوری آمریکا شد، اونم مثل من انگلیسیش با لهجه خیلی غلیظ و اینها. اولا من فکر میکردم افغانی است، خلاصه بعد رفت و یک روزنامه، یک چیز اینترنتی، میدیای اینترنتی درست کرده که میلیون ها دلار ازش میخرن ولی حاضر نیست بفروشه. و اینجا نوشته tension boil over as Iran accuses Saudi Arabia of bombing embassy، میگه که این به اصطلاح روابط ایران عربستان سعودی یک کمی به هم ریخته به خاطر اینکه ایران ماجرای عربستان سعودی، اون حمله به سفارت ها، و از اون ورم گویا بمبی که توی یمن زدن به، یا منفجر شده یا یه جوری حمله شده، اون رو من درست نمیدونم. آقای اجلالی به احتمال زیاد در این رابطه روز دوشنبه صحبت میکنه، چون دیدم که یه سری ایمیل فرستاده بود برای دوستانشون با این متن که اسب از استبل فرار کرد. نمیدونم حالا چه جوری، چه کسی رو میخواد به اسب تشبیه کنه و اینها، باید صبر کرد و دید و شنید. و اینجا هم اجازه بدید من این تاریخ رو به فارسی هم براتون بذارم. بازم تشکر کنم از علی عزیز که همیشه این کار رو انجام میده. خب، سعودی عربیا and ایران need reach other یا need each other، نوشته each other، بله درست، میگه که ایران و سعودی عربیا همدیگر رو احتیاج دارن،
به خاطر اون موقعیت سوق الجیشی که دارن و به خاطر شرایط حتی نفت الان مسئله ISIS و اینها، و این رو آقای آریانپور لطف کردن فرستادن. امیدوارم هفته آینده ایشون رو داشته باشیم تا در این مورد صحبت کنه. و اما یکی از دوستان نوشته که من 25 سال پیش اولین بار وقتی که آمدم آمریکا و اینجا لندفیل رو دیدم، لندفیل جاییه که میرن آشغالا رو به اصطلاح دفن میکنن، میگه که اون موقع من فهمیدم که راه حل چیه، چجوری هست که در ایران با این تاریخ 7000 ساله، با این تاریخ 2500 ساله، با این تاریخ 37 ساله که ایران الان آخونده اینقدر ادعا میکنن که ما موشک میسازیم 500 متر، هنوز مسئله این آشغال و اینها حل نشده. و گفتم دلیلش اینه که اینها همشون به فکر جیبشون هستن، کسی به فکر آشغال و اینها نیست که چگونه اینها رو دفع کنن، حتی ازش گاز تولید کنن، پول در بیارن، یا اینکه باعث مریضی و امراض نشه وقتی باز باشه. در صورت موندیم توش. میگه که من این محاسباتو بنویسم سرتون به درد خواهد آمد، صد زدن جای اشتباه، چون شهر فلان شهر شهردار زیر آب میرفت، آشغال دونی شهر تهران را روی کوه آب علی گذاشتن که یک طرف آشغال باز بود و بوی گندش تا چند فرسخی میآمد. کارخانه تراکتورسازی گذاشتن و تراکتورهای خارجی را رنگش را عوض کردن و غالب کردن. اینها هم بدتر از آنها دارالفنون رو، مثل که تا اونجا شد داشت راجع به شاه میگفت، دوره شاه. بعد میشته اینها هم بدتر از قبلی دارالفنون را خراب میکنند. خاک بر سر ملت بیغیرت کوروش پرست که نقد را ول کردن و چسبیدن به نسیه. کاکو جون با سلام، این چگونه است که آلمان، انگلیس، فرانسه با یک چهارم، یک پنجم، یک سوم خاک ایران برای 60-70 میلیون جمعیت مشکل کشاورزی و تولیدات کشاورزی ندارند؟ از باران زیاد است، یا اگر ما استانهای حاصلخیز و پرباران خود را حساب کنیم تقریبا فرقی ندارد. دوست عزیز و گرامی من آقای مهندس آریانپور حساب کرده. خب پس این را هم ما میسپاریم به آقای آریانپور که در یه فرصتی برای من و شما بگن. ایران دایجست اگه اشتباه نکنم کاری هست از آقای هوشنگ امیر احمدی. ماشاءالله این دوستانم با 100 تا اسم و با 100 تا چیز میان، آدم نمیفهمه کی کجا به کجا است. شایدم نمیدونم، شایدم مال مجاهدین باشه. در صورت هفتگی یه نوشته هایی رو میفرسن و اینجا نوشته که سیاست منطقه‌ای، ایران کلیم سعودی ایر استرایک هیت ایتس امبسی این یمن. میگه که ایران به اصطلاح گفته که حمله هوایی سعودی ها به سفارتش توی یمن. More countries back Saudi Arabia in Arab in Iran dispute. میگه که کشورهای دیگری به عربستان سعودی پیوستند در رابطه با اون اختلافی که پیدا شد سر این اعدام کردن شیخ. به نظرم میاد این نوشته های مجاهدین باشه، ولی نمیدونم و یه مقداری واقعا باعث خجالته که اینها انقدر کارشون خرابه که میان از اسمای مختلف و چیز استفاده میکنن که شما نفهمی کی به کیه. جناب سربی سلام، به دلیل اینکه احتمالاً آقای علی شیرازی گرامی مطالب خانم تحمینه میلانی را برای شما ارسال خواهد کرد، من هم پاسخی برای ایشان نوشتم و برای شما هم فوروارد میکنم. ارادتمند مصطفی زاده. آقای مصطفی زاده باور کنید من دیروز که این نوشته تحمینه میلانی به دستم رسید، برای همین آقای علی شیرازی عزیز که میشه بگم واقعا دیگه این روزا 25% تا 1/3 برنامه‌های من رو تا 33% ایشون لطف میکنه با این نوشته‌هایی که میفرسته، چیزای جالب و اینها به اصطلاح کمکم میکنه، برای ایشون نوشتم، اینو خوندم، ولی با امید روزی که ما از خوندن و نوشتن دست برداریم و بلند شیم بریم یک کاری انجام بدیم کارسون. بعضی وقتا آرزو میکنم که ای کاش
خمینی و رفسنجانی و خلخالی و آقای سازگارا و قطب‌زاده و طباطبایی اینها می نشستن شعر می گفتن تو عراق، می نشستن تو پاریس ستار می زدن. اتفاقا بعد بهتون نشون میدم یه آقای دکتری میاد ستار می زنه و شکایت میکنه از امور و وقایع ایران، بعد میگه حالا با هم یه روزی بلند شیم. آقای دکتر تا موقعی شما ستار میزنی، فکر کراوات میزنی، میای میشینی از خودت ویدیو ضبط میکنی، شما هم مثل من هیچ قدمی بر نخواهی داشت. میخونیم شعر یا این نوشته خانم تهمینه میلانی رو، بعدش میریم سراغ آقای مصطفی زاده از هلند. خانم تهمینه میلانی قبلا هم این رو گفته بود، الان بیشترش کرده. یا اینکه شما یه چیزی می‌نویسی میذاری توی اینترنت، مردم بیکار و علافی مثل من که خودشون تو زندگی مهم نیستن، اونها هی میان به این اضافه میکنن و اینو به اسم شما تموم میکنن. اینم متاسفانه یکی از مشکلات سوشال میدیا یا فیسبوک و اینترنت هست. تهمینه میلانی گفته که برهنگی گلشیفته رو خیلی ها تشویق میکنن، خیلی ها تحلیل میکنن، خیلی ها فوش میدن، خیلی ها هم جوک میسازن، اما من فقط نگاه میکنم. من جز اون دست مردمی هستم که نه موافقم نه مخالف. فکر میکنم شاید اصلا به من ربطی نداره، اصلا به ما ربطی نداره. مگه داستان اون بچه بی لباسی که شبا تو خیابونهای شهر از سرما میلرزه به من و تو یا به مار مربوط بوده؟ مگه داستان اختلاس و تقلب و دزدی ها به ما مربوط بوده؟ مگه اون خط فقری که هر روز افتاده دنبالمون تا مردم بیشتری رو به زیر بکشه به ما مربوط بوده؟ مگه وقتی که سرانه مطالعه کشور 2 دقیقه در روز شد به ما مربوط بوده؟ مگه داستان اسید پاشی ها به ما مربوط بوده؟ مگه جنگ و نفت و سیاست و داعش و هزار کوفت و زهرمار دیگه به ما مربوط بوده که حالا یه بابایی اون سر دنیا واسه فکر خودش لخت شده به ما مربوط باشه؟ ما کلن سرمون زیاد گرمه، حواسمون خوب پرت میشه، مغزمون پوکه، چشمامون کوره، گوشمون کوره، دست و پامون لمسه، اما تا دلت بخواد دهنمون بازه. واسه حرف مفت، واسه تحلیل های آبکی، واسه مردباد. دلم گرفت وقتی امشب خبر خرید 40,000 خشت طلا و اختصاص 2,500 میلیارد تومان توسط دولت روحانی جهت عتبات عالیات از دلارهای آزاد شده به واسطه توافق اختصاصی یافت. ولی من 2 سال نتوانستم دختر 5 ساله‌ام را با یک جفت گوشوار شاد کنم. خب ببینید، من دیگه نمیدونم اینجا حالا مال خانم تهمینه میلانیه. فکر نمی کنم خانم تهمینه میلانی از لحاظ وضع مالی به اصطلاح بتونه اینو بنویسه که من پول ندارم برای دخترم یه گوشواره بخرم. اینجاست که بهتون میگم اونهایی که بیکارن و اونهایی که حتی میترسن اسم خودشون رو بگن، اینجا میان زیر اسم اینو اون چی مینویسن. افسوس که 20 سال گفتیم انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست و به شکم‌هایمان سنگ بستیم، اما 1 ریال از این پول آزاد شده به من و توی هموطن نخواهد رسید. آن وقت موقع پرداخت 45,000 تومان یارانه لعنتی، گوشت تنمان را باید 100 بار بریزن که پرداختش کنن یا نکنن. چه کسی اجازه به رئیس دولت خودخوانده تدبیر روحانی داده میلیارد دلار و خشت طلا راهی کشورهای دیگر کنه؟ آن وقت در ممالک فرنگ بیدین رئیس دولت جرأت نداره میلیون دلار بدون اجازه از 10 نهاد به کشوری ببخشد. فرستادن خشت طلا و دلار روا به خانه، به مسجد و قبور و زیارتگاه از نگاه انسانیت غیر قابل قبول است. ما را نه که به خدا نزدیک نمی کند که فرسنگ ها دور شدیم و دوباره هم بعد نوشته دیکته سال. بله، این دیگه نوشته های دیگران رو گذاشتن. بریم بالا نوشته آقای مصطفی زاده رو در این رابطه بخونیم. بله، ایشون نوشته که بذارید ببینم اینجوری کنم تا پیدا بشه. بله، نوشته خانم تهمینه میلانی، این قسمت اون رو برداشتم ببینید اینجا که نوشته اما تا دلت بخواد دهنمون بازه.
خانم تحریمین میلانی، این تکه را واقعا درست فرمودید، ولی فراموش کردید بگویید و فحاشی و تمسخر دیگران، مخصوصا هر که حرفی میزنه بر مساله مردم. بله خانم میلانی، همین مانده که ذهن مردم را هم ببندیم که حرف مفت هم نزنن. آخه خانم، مگر برای مردم پولی هم باقی گذاشتن که مردم حرف غیر مفت بزنن، یعنی بابت پول بدن؟ اون از شاهان و این هم از شیخان. ضمناً مثل اینکه شما فراموش کردید بفرمایید مگر دولت مردان، چه شاه و چه شیخ، نوکر پدر مردمن که بیان خودشون رو به خطر بندازن، فحش بخورن، زحمت بکشن که من و شما مفتخوری کنیم. کدام گربه محض رضای خدا یا شما موش گرفته که ما میخوایم شاه و شیخ برای ما کاری بکنن؟ راستی من و شما چه کردیم جز اینکه حرف مفت زدیم و داریم میزنیم؟ کدوممون اومدیم بگیم چه باید کرد؟ اگر هم یکی گفت، کی گوش کرد؟ خانم میلانی، دوست دارم پاسخ بدین. اگه یکی یه راه حل نشون بده، چند تا فوش بهش میدین یا چند تا مارک بهش میزنین که هر کدوم از 100 تا فوش کمتر نباشه؟ خانم، من میگم زنده باد شاه، زنده باد شیخ، چون نوکر بابامون سیاه بود. حرف مفت زدن عیبی نداره. این که همه خیال میکنیم مفتخوری کار خوبی هست و همه باید تلاش کنن تا ما مفتخوری کنیم، کار خوبی نیست. مرگ بر ملتهای مفتخور، زنده باد دولت مردای دزد و جانی در همه دنیا. ضیا مصطفی زاده از هلند. امیدوارم که آقای مصطفی زاده لطف کنه نوشته ها رو یا به صورت پیام تلفنی یا به صورت ویدیو برای من ارسال کنه که وقتی من نوشته های ایشون رو بشنوم یا بشینم ویدیو ایشون رو ببینم، مطمئنم هم من بیشتر یاد میگیرم، هم شما دوستان نمیگید بابا این سربی زد نوشته آقای مصطفی زاده رو خراب کرد. خب، دوقلوی شاه علی شیرازی هم لطف کرده و خانم اشرف دوقلوی شاه که در سن 96 سالگی دیروز گویا به اصطلاح فوت شده رو برای من و شما فرستاده، این رو با هم نگاه میکنیم و توی فیسبوک و وبسایت های مختلف هم بود. یه سری میگن که خواهر دیکتاتور رفت، یه سری میگن این هم خودش دستن در کار دیکتاتورشیپی بوده، یه سری هم آه و ناله و عشق تمساح که آخ چی شد جوان مرگ شد 96 سالگی از بین رفت. پرینس اشرف پهلوی 1954 گاما کیستون و یا نمیدونم فیتی فلان. بله، اینم کشورهای مختلف میرفتن و افتخار میکردن، عکس میگرفتن، از سواری میکنن، استخ میرفتن، اسکی میر برف میرفتن و الی آخر. اونو بچه های شیخ و بچه های آخون نرن، من و شما باید بریم. این هم به فارسیش که اشرف پهلوی درگذشت. دوستان، گاهی وقتا یه حرف درست این خانم فرح پهلوی توی زندگی زد، گفت خوب شد شاه فوت کرد و وای نساد که مثل اینها عمر زیاد کنه. ببینید این خانم اشرف پهلوی چه بود و حالا اینجا، این تازه این آخرین عکس ها مال دیروز که نبوده، این مال چند سال قبل بوده. ببینید به چه روزی افتاده بود و حالا منتظر باشیم که شروع بشه دعواهای این خانواده، چون اینا خیلی معروفن. اینها مادر شاه وقتی که فوت شده بود، با وجودی که اینجا گویا قصر رو اینها داشت، ولی برای کفن و دفنش گویا اینها با هم دعواشون شده و خرج نمی کردن. منابع نزدیک به آخرین خاندان پادشاهی ایران به خبرگزاری ایران شهر گفتن خانم اشرف پهلوی روز 7 ژانویه دیده از جهان فرو بست. او در سالهای پایانی عمر خود از بیماری آلزایمر رنج می برد. پس از سالها خانه نشینی درگذشت. اشرف پهلوی خواهر دوقلوی ممرزا شاه پهلوی فقید ایران، به عنوان یکی از چهره‌های تاثیرگذار دربار پهلوی 4 آبان 1298 5 سال پس از برادرش در تهران به دنیا آمد. نام اصلی وی زهرا بود که پس از به سلطنت رسیدن پدرش رضا شاه به اشرف الملوک ملقب شد. اینم از این. خب، امیدواریم که اگر خدایی است ایشون رو ببخشه و قرین رحمتش کنه، اگرم نیست که نمیدونم. واقعا خیام باز خیلی قشنگ گفت که باز آمده ای کو
که به ما گوید راز. از اون دنیا کسی نیومده که ما بگه. میخواین مسنترین حیوان دنیا رو ببینید، بیاین با هم بریم سراغ این آقا و لاک پشتی که اینجا هست. میدونید که لاک پشت میگن خیلی سن، به اصطلاح سنش میرفت تا 90 و اینها، ولی این یکی میگه the world's oldest living animal has been given a new lease of life after a vet put him on healthy diet at all age. بعد 183 تازه حالا میگه گذاشتنش روی دیت های مخصوص. دیت اینجا همون یعنی رژیم غذایی، بله، گذاشتنش روی رژیم های مخصوص. و جالبه این لابد عکسش رو با اینها هم نشون میده که توی اون موقع بوده، بعدم هست و اینجوری سنشون رو تشخیص دادن. گرچه اینهایی که توی کارهای زمین شناسی هستن، حیوان شناسی هستن، اینها میتونن از همونجوری که درخت ها از پوسته هاش میفهمن چند سال عمرشه، اینها هم لابد از یه راه های مختلف میفهمن که این چند سالشه. ولی میگه 189 سال. یه امیدی هست که من و شما هم یه 100 سالی زندگی کنیم. میگه که آقای سهیلی این رو لطف کرده فرستاده، استاد حوزه علمیه قم، گفت اسلام نام محمدی تا اعماق و قلب اروپا در حال پیشروی است و انشالله به آن تمدن عظیم اسلامی خواهیم رسید. اسلام نام محمدی تا قلب اروپا در حال پیشروی است. دوبار نوشتن، نمیدونم چرا. خب آقای سهیلی این که دروغ نگفته. حالا شما میتونی بیای با چسبوندن این عکس بهش مسخرش کنی، ولی دوست عزیز، استاد، دانشمند، فرهیخته، روشن فکر، از اینکه اسلام الان سریع ترین رشد رو داره و توی فرانسه اگه اشتباه نکنم دیگه داره اکثریت اسلامی رو پیدا میکنه، حرفی نیست. و اما خب این یه نفر احتمالاً منزلش توی اروپا بوده، آمده برای خودش این رو اینجوری درست کرده که وقتی میره دستشویی یا توالت مثل ایران، مثل چینا، مثل چین بشینه. آقای سهیلی، طرف آمد اینجا تو تلویزیون با مادرش یه شرکتی درست کرد، میلیونرم شد، یه چیز پلاستیکی درست کرده که شما میذاری این زیر پاتو، میذاری روش که تقریبا پات بیاد تو شکمت که از این حالت صندلی نشستن بیرون بیاد، چون ثابت کردن وقتی که اونجوری پاد میاد تو شکمت، روده بزرگ و روده کوچک و اینها تحت فشار قرار میگیره، تخلیه هم به زودی به اصطلاح به سرعت انجام میشه، هم بیشتر انجام میشه. و اون کولن کانسر یا سرطان روده که آمریکایی‌ها مخصوصا، اینایی که توالت‌های اینجوری دارن، خیلی ازش رنج میبرن، اون کم میشه. آقا شما از صبح بیا مهمون من فوش بده، ولی حقیقت رو به مردم دروغ نگو. اگه نمیدونی برو یکم مطالعه کن. شما نباید همش دنبال بمب اتم باشی. بعضی وقتا اگر یه مقدار اطلاعات از پشکلم داشته باشی ممکنه به زندگیمون کمک کنه. اون جوکه بود، طرف میشست تو هواپیما، تا دید این بغل دستیش ایرانیه، گوه شما شنیدم ایران کشورتون میخواد بمب اتم بسازه. مرد گفت منم شنیدم. گفت خب بگو ببینیم چجوریه، چرا اینا. گفت من خبر ندارم. و حالا من یه سوالی از شما دارم. حالا بگیم همین مثلا دالاس ایرپورت داشتن پرواز میکردن. گفت بفرمایید. گفت که ببین اون بیرون میبینی اینجا بغل دالاس ایرپورت مزرعه است. گفت اونجا اون گاوو میبینی؟ گفت بله. گفت اون براره هم میبینی؟ دوتاشون بغل همه. گفت بله. گفت این دوتاشون حیوانه، دوتاشون گیاهخوارن، دوتاشون دارن از یه چمن میخورن. شما میتونی به من بگی چرا این پشکل میریزه اون یکی تپاله میندازه؟ مرد گفت آقا من چه میدونم. گفت خب مرد حسابی، تو که از پشکل و تپاله چیزی نمیدونی، حالا میخوای بیای از بمب اتم یاد بگیری؟ برو دنبال کاره. اون مسافرم خفه شد تا پایان مسافرت مزاحم این نشه. و اما یکی از دوستان، باز آقای سهیلی، یک ویدیو خیلی قشنگی رو فرستاده که یه آقایی از فیلارمونی برلین و
برای ما فرستاده، برای ایشون فرستاده، آقایی به نام محمد مرتضوی ضرب میزنه و اینها و از این چیزها تا دلتون بخواد هست. و دوستی داریم به نام شهرام، ایشون هم لطف میکنه ویدیوها و مطالب خوبی میفرسته، از ایشون هم ممنونم. یه فیلمی رو فرستاده و تیترش رو گذاشته فیلم مسخره کردن امام خامنه ای در کلاس درس. اجازه بدید که دوستان من این چیزها رو تبدیل به احسن کنم و این اینجا، این اینجا. بله، فیلم مسخره کردن امام خامنه ای در کلاس درس. حالا برای که گناه رو گردن آقا شهرام نندازیم، میریم با هم این رو نگاه میکنیم. از روی ایران پرس نیوز هست. ببینید صفحه ایران پرس نیوز میگه که قافیه که به تنگ آید شاعر به جفنگ آید. وقتی اینا هم دیگه چیزی ندارن، آمدن یه بچه ای رو که توی کلاس درس، خب معلومه این کلاس ابتداییه، از سن بچه، از در کلاس نوشته میگن، از اینا معلومه. این معلمه وقتی داره میگه این پسره کلمه خامنه ای رو نمیتونه درست تلفظ کنه. آقای شهرام خان عزیز، میدونم شما اینو ننوشتی، اون یکی تو خود پرس نیوز نوشته، چی میگن ایران پرس نیوز، این کجاش مسخره کردن امام خامنه ایه؟ چرا برای مردم دردسر درست میکنید؟ چرا با گذاشتن این تیتر برای این دانش آموز، برای اون معلمه دردسر درست میکنید؟ آخه حماقت شما، منظورم شهرام نیست، حماقت این پرس نیوز و این نمیدونم والا چی بگم، از بس به اپوزیسیون گفتیم کمپوزیسیون، حالا دیگه رقدمون نمیاد بگیم اپوزیسیون کمپوزیسیون، تا کی میخواین اینو یکم ببینید؟ گرچه میگم ما تا یه چیزی از یوتیوب با پلی میکنیم توی برنامه هامون، بعد به همون ایراد میگیرن. ببینید، بگو خامنه ای. خامنه ای ساکت. این حالا بعضی وقتا معلمم چون میبینه مثلا کلاس خسته شده و اینها، حالا یه بحثی پیش اومده، این تکرار میکنه تا بچه هم بخندن خستگیشون در بره. ولی این کجاش مسخره کرده؟ حالا چیه این مسخره کرد؟ جنبش مسخره کردن خامنه ای را افتاد؟ شماها تا امروز فقط جنبش کم داشتین؟ این جنبشه راه افتاد میرین دنبالش؟ والا بلا خجالت بکشیم از خودمون. بعد این همیشه بوده، حالا این معلمه یکم هم از من بی سواد داره، والا اگه سواد داشت اتفاقا آخرش این کارو میکنه، بخش میکنی به بچه، میگی بلندشو بیا اینجا وایسا، بچه بشماره خامنه ای، کم بخشه؟ چهار بخشه، خامنه ای. خب خیلی از ماها وقتی میگفتن قسطنطنیه تا مدتی اصلا نمیتونستیم بخونیمش. همینجا این خامنه ای را خیلی از این تلویزیونی ها میگن خمینی تو حرفاشون، چه آمریکایی ها چه حتی ایرانی ها میگن خمینی. یک کمی این چیزها رو دست برداریم، به خودمون بیاییم. و در رابطه با این که بعض وقتا یه چیزهایی رو نمیشه تلف، نمیتونه بگه، خود من خیلی کلمات انگلیسی هست که هم میتونم بخونمش، هم میتونم معنیش بفهمم، نمیتونم تلفظش کنم، هیچ اشکالی هم نداره. خب یه دوستی ما داشتیم اینجا مدرسه میرفت، مهندسی میخوند، میگفت که ما یه دوستی داشتیم، اون همشاگردمون بود، این هر وقت میگفتن ولو، ولو رو نمیتونست بخونه، میگفت وولی، همه بچه میخندیدن، میگو اصلا این دیگه فامیلیش و بچه ها اسم فامیلیش یادشون نبود، هر کی به یکی میخواست بگی اون آقای فلانی، میگو آقای وولی، اسمش شده بوده وولی، ولو یا لوله یا شیر یا سوپاپ رو این میخونده وولی. اینا رو ول کنید، یکم به چیزای بهتر و حقیقی تر بچسبید، شاید یه امیدی براتون باشه. خب و اما این رو بهتون نشون بدم، این خیلی قشنگه، یکی از دوستانم از کانادا فرستاده. میدونید که بلا فاصله بعد از تعطیلات کریسمس و
بعد از تعطیلات سال نو همه تلویزیون ها شروع میکنن وسایل ورزش، باشگاه ها چجوری عضو بشید، از اون برم رژیم های غذایی اینقدر بده، نمیدونم 30 روز خوراک 40 پوند کم میکنی، اینجوری خوشگل میشی، جوان میشی، لاغر میشی فلان. خیلی هاشون هم ثابت شده که اینها دروغی بیش نیست. تازه اگرم اینجوری باشه بعدن شما مشکلات به اصطلاح فیزیکی پیدا میکنی، از لحاظ بدن و اینها املاح بدنت کم میشه، ویتامینت کم میشه و الی آخر. حالا ایشون نوشته که روش های کاهش وزن در کشورهای مختلف: تایلند خوردن غذاهای تون، انگلستان خوردن غذا در اندازه های کوچک، اندونزی روزه گرفتن، آلمان خوردن صبحانه کامل، فرانسه آهسته غذا خوردن، مجارستان خوردن انواع ترشی ها و ایران از شنبه دیگه انشالله. اینم از این. بریم سراغ بعدی. من چند تای دیگه براتون میخونم و امروز میخوام ساعت 3 بعد از ظهر، یعنی 10 دقیقه دیگه برم، باید به کار و زندگی برسیم. بارها گفتم شماها که حمایت نمیکنید، ما مجبوریم از اینجا کم کنیم و به اونجایی که میتونیم پول در بیاریم بیشتر وقت بذاریم. دختر 4 ساله‌ای توی تاکسی بغل دستم نشسته بود و آلوچه میخورد. گفتم مگه نمیدونی آلوچه بده که میخوری؟ گفت چرا؟ پدر بزرگم 115 سال عمر کرد. با تعجب پرسیدم چون آلوچه میخورد؟ گفت نه، چون سرش تو کار خودش بود. چنان قانع شدم که الان 3 روزه دیگه با هیچ کس حرف نمیزنه. اینم از این. من اتفاقا برای این دوستم نوشتم این جواب خوبیه، من از این به بعد باید هر کسی که سوالهای به اصطلاح چیز میکنه این رو تحویلش بدم. و اما خیابانهای ایرانی در مصر، میدونید که ما خیلی زود هیجان زده میشیم که مثلا در کره یه خیابونی هست به نام تهران، یه میدانی هست، این در فلانجا مجسمه اون رو گذاشتن، در کشورهای اروپایی 4 تا مجسمه گذاشتن و این چیزا، ولی هیچ کی تا حالا نیومده بگه این چه دردی از ما درمون کرده. یا حالا مثلا این خیابان‌های ایرانی در مصر، اینم همین چهارشنبه پریروز 6 ژانویه 2016 گذاشتن رو چه وبسایتی؟ رو وبسایت تحلیل روز. ولی یه چیزی جالبه که من رو واداش براتون بخونم. ببینید نوشته شارع ایران، لابد شارع یعنی همین خیابان، در پایتخت کشور عربی مصر در دوران معاصر 4 خیابان و 1 میدان به نام ایران وجود داشته است. بذارید من اینو بیارم چون میخوایم اونجا بریم که شما به این دوستی های خشک و خالی این کشورها دل نبندید. همونجوری که شاه به دوستی مصر و انور سادات و نمیدونم ظفار و عمان دل بست و هیچ کدوم دیدید بعدن راش ندادن به غیر از اون انور سادات، اینا هم به کشورهای گداگودو بی پول پول میدن و آخرش میبینید که چه خواهد شد. حالا نوشته که هنوز هم هستن، تنها نام یکیشان عوض شده. نوشته خیابان ایران، میدان تهران، خیابان خلیج فارس عوض شده، ولی خلیج فارس را هنوز زیرش نوشتن. خیابان محمد رضا شاه به مناسبت ازدواجش با فوزیه، خیابان مصدق به مناسبت ملی کردن صنعت نفت ایران. این شارع ایران، این میدان تهران، بعد اینجا باز دوباره همون شارع ایران، اینجا هم نوشته که الدکتر عبدالمحسن سلیمان شارع خلیج فارسی سابقاً. اینم که نوشته دوست عزیز برای اینه که قبلاً شارع خلیج فارسی بوده، اسمشو عوض کردن و اینجا هم باز زیرش شارع مصدق هست، نوشته مصدق استریت، ولی اینجا اسمشو عوض کردن گذاشتن دکتر عبدالمحسن سلیمان. بعد برای مردم نوشته که این همون خیابان خلیج فارسی سابق هست. حالا من نمیدونم، من و شما احساسمون باید چی باشه، باید خوشحال بشین در همین رابطه. یه چیزی رو که من چون مدت‌ها پیش صحبت کردم و یه دوستی داشتیم به نام آقای گلپا، الان دیگه یا این که چون تلفن رو ما مستقیم پاسخ نمیدیم اینا تنبلیشون میشه بعدن زنگ بزنن، یا این که برنامه‌های ما رو نمیبینه، وقتی که من گفتم والا بلا ما وقتی که مدرسه میرفتیم
دبستان مجانی بود، ولی به دبیرستان که رسیدیم شهریه میخواستن و من یادم مادر من بیچاره گریه میکرد برای مدیر مدرسه، معاون مدرسه، که من 3 تا بچه‌ام با همدیگه دارن میان مدرسه و من ندارم این شهریه رو یک جا بدم، اقلا برای من قسط بندی کنید. بعد یه دیوانه ای بود از استرالیا، مش قاسم، که بعدم بهم میگفتن خیلی هم پولدار، تلویزیون امید ایران رو کمک میکرد و اینا. گفتم خب آقا اونجا کمک میکنی دیگه، همونجا هم برو، همونجا هم شاشتو بکن، چرا میای اینجا هی زر میزنی؟ نمیدونم مرده، سقط شده، زنده است، یا فهمیده که آقا هیچ کدوم از این تلویزیون ها دردش رو دوا نمیکنن، دیگه تماس نمیگیره. و اونا میگفتن نه آقا شهری مجانی بود. میگم آخه آقا اگه شهری مجانی بود، این کلمه شهریه از کجا تو دبیرستان ها بود؟ از کجا بود که من یاد گرفتم؟ بعد جالبه یه دکتری بود شیرازی، پسر دایی یا پسر عموی خود همین آقای مهدیار بود که ناظم مدرسه ما بود، ایشون آمد و گفت بله آقا شهریه بوده، بعدن شهریه ها مجانی شده حتی تا اون دانشگاه. و من یه روزنامه رو یه نفر فرستاده بود برام که شاه و فره این روزنامه رو گرفتن دستشون، توی اون نوشته شهریه مجانی می شود یا مجانی شد. وقتی می نویسن مجانی می شود یا مجانی شد، دوست عزیز، یعنی قبل شهریه می گرفتن. چیزی که هست من و شما بعضی وقتا به خاطر حبی که داریم، بله پیداش کردم، بفهم اینجا ببینید شاهم موهاش دیگه سفید شده بوده، یعنی اون اوائل ازدواجش با خانم فرح پهلوی نیست. نگاه کنید اینجا موهاش سفید. و اینجا ببینید تحصیل در ایران مجانی شد، میشودم نه شد، کیهان. حالا جالبتر از این اینه، نوشته ایران 1 میلیارد دلار به کشورهای کم رشد میدهد. دوستانی که میگید چرا این آخوندا به دیگران پول میدن، به همون دلیل که آمریکا به اسرائیل پول میده، به همون دلیل که شاه به ظفار پول داد، اسلحه داد، کمک داد، ایرانی رفت اونجا کشته شد. چرا اینا میخوان به این وسیله خودشون رو برای روز مبادا نگه دارن؟ و این اولین باری نبوده که اینها این کار کردن. اون دوره شاه هم اگه اشتباه نکنم یه دلیلی که انور سادات راهش داد، وقتی که هیچ کشوری به مصر نفت نمیداد، شاه دستور داده بوده یک کشتی نفتی ایرانی از یه جایی دور بزنه بره نفت بده به اینا. از اون موقع انور سادات با شاه رابطهش خوب شد. ولی انور سادات که قبلش دشمن اسرائیل بوده، پس شاه اگر دوست اسرائیل بود چگونه با مصر کار میکرد؟ که بعدن انور سادات و کارتر اگه اشتباه نکنم، حتی نمیدونم دوره کلینتون هم بود یا نه، که اینجا آشتیشون دادن توی کمپ دیوید و اینا. ما اشکالمون اینه که آلزایمر گرفتیم، فراموشی گرفتیم و اینا رو دنبال نمی کنیم. یه مقدار زیادش هم از بیسوادیه، یه مقدار زیادش هم از کم خواندن و کم نوشتن است. ساعت 2:57 است، تقریبا 3 بعد از ظهر. من چند تا ایمیل دیگه یا این نوشته هایی که براتون گذاشتم میخونم و میرم سراغ کار. تهمینه میلانی رو میخواستم بخونم اینجا بود، ولی اون موقع خوندم چون آقای مصطفی زاده دربارش جواب نوشته. و اما اگر یادتون باشه یه آقایی به نام صبری حسنپور، من فکر کنم اولین بار من بهش برنامه تلویزیونی دادم، آمد برنامه گذاشت، کمکش کردم، تلویزیون رهایی تیوی رو راه انداخت، حتی ویدیو استریمینگش رو من میدادم، ما تهیه میکردیم بهش میدادیم اینها. بعدا میگه نه آقا نمیشه که اینا قطع بشه. گفتم والا FBI CIA این وبسایت 5 میلیون دلاری مال بهداشت اوباما گاهی وقتی قطع میشه و هیچ چیزی 100% گارانتی نیست. آقا شما 100% تضمین نمی کنی که شما رفتی بیرون برگردی منزل یه ماشینیت میزنه بهت، یه طوری میشه و اینها. میگم نه آقا
توی اینجا هلند زندگی میکنه، توی اینجا به من گفتن 100% گارانتی. گفتم خب اگه 100% گارانتیه برو. رفت و آدمی هم هست بنده خدا خیلی حساس، زود عصبانی میشه و اینها، و بعد آمد گفت آقا صد رحمت به شما و اون شرکتی که شما کار میکردی، اینا هر روز قد پولم زیادتر، اینجور اونجور اینجور بماند. نمیدونم حالا شما میتونید بخونید اینو یا نه. اینو موقع وقتی ما بهش میگفتیم آقا اینجا اگه میخوای برنامه داشته باشی با ساعت 20 دلار به شما تخفیف میدیم، چون تو کارهای فیلم و سینما و اینها بودی 10 دلار، حالا مرگ داخلش تو سرش بخوره 5 دلار، باز چونه میزد نه آقا من که پول نمیگیرم از مردم، شما چرا پول میگیری اینها. گفتم والا ما اگه پول نگیریم باید یا به یه جایی وابسته بشیم یا کمرمون جلوی یه کسی خم کنیم و به خاطر که اون کارو نکنیم پول میگیریم. حالا جالبه شما برید توی، اینم یه تبلیغ برای رهایی تیوی، برید توی rahaitv.com توی قسمت خدمات ما بزنید، نوشته هزینه خرید برنامه به صورت ضبط شده. تازه نه زنده، ما اینجا زنده رو میدیم 2 ساعت 100 دلار، ایشون برنامه ضبط شده رو که ما میگیم 20 دلار، هیچ که 20 دلار بهمون نمیده، ایشون میگه 100 یورو. تازه جالب تر از خط اولش اینه، اولا نیم ساعت 100 یورو، یعنی 2 ساعتش 200 یورو، ببخشید 1 ساعتش 200 یورو، 2 ساعتش 400 یورو. کسی که تا دیروز به من میگه آقا شما چرا میگی پول، آقای صبری حسنپور از هلند، رهای تیوی، 1 ساعت برنامه زنده رو که ما میدیم 50 دلار، ایشون میخواد بده 400 یورو، یعنی 500 دلار، یعنی 10 برابر ما. اوکی، جالبترش اینه، میگه در صورتی که مهمان برنامه تحت هر عنوانی خواهان حذف برنامه خود از آرشیو یوتیوب پس از مدت 14 روز شود، به پرداخت 150 یورو به سیمای رهایی ملزم می‌گردد. دوستان باور کنید من دیروز تا حالا اینو 3 بار خوندم و نمیتونم تو این مغز کوچیکم تحلیلش کنم که آقا یکی به شما زنگ زد گفت این ویدیوی منو که گذاشتی اونجا خیلی ممنون، نمیخوام. آقا ملت هی تماس میگیرن فوش به من میدن، ورشدار چرا باید 150 یورو به شما بده؟ این که اگه تازه توی وبسایت خودتون بود براتون جا و انباری باز میکنه. در از صورت دوستان کارمون خیلی خرابه، چیزایی رو که فکر میکنیم دیگران نمیدونن و ما بهتر میدونیم انجام که میدیم، بعد میبینیم که ای بابا اونا چقدر خوب بوده. ممنونم آقا سعید، ویلکام بک، هپی نیو ایر. بالاخره بعد از این همه تعطیلات، گفتم اون وقتا میگفتن چرا رفتی تو کار فرهنگ، چرا معلم شدی، میگفت بسیار دلیل مهم، همه فکر میکردن میخواد بگه آموزش و پرورش رشد بچه ها و فلان، میگفت تیر مرداد شهریور. حالا یه دلیل دیگه هم اون روز گفتم یادم رفته، حالا دیگه شده 4 دلیل. نوشته که تصویر و صدا خیلی خوبه ولی من از تلفن میشنیدم، الان آمدم، خیلی مافیایی به نظر میایی، پیراهن سیاه، کراوات روشن، لطفاً طرف جرزی و نیویورک نرو. اتفاقاً قرار بود این ویکند برم نیویورک ولی سرما و اینها فعلا برنامه‌مون رو عوض کرد. ممنونم، متشکرم از سعید که همیشه با ما بوده و هست و امیدواریم خواهد بود. بذارید قبل از اینکه بریم، همین جوری که از آقای حسن صبری حسنپور به اصطلاح با نشون دادن وبسایتش به یه نوعی ایراد گرفتیم، یه چیزی هم بگیم. خود من سال 2001 وقتی که توی تلویزیون صحبت از پول و پول جمع کردن برای رفتن به ایران شد و اینها، من گفتم با این کار موافق نیستم و اگه یه روزی قرار بشه من از مردم پول بگیرم برای تلویزیون، تلویزیون رو یعنی نمیام تو تلویزیون برنامه بذارم. اون موقع تلویزیون نداشتم، من تا سال 2003 با تلویزیون های دیگه کار میکردم. ولی دوست عزیز آقای صبری حسنپور، اون موقع سال 2001 بود، 5 سال بعد سال 2006 من فهمیدم آقا یه مشت مفتخور، این کیه؟ اسم آقای دکتر فلانیه، اون کیه؟ اسم آقای مهندس فلانیه، اون کیه؟ اسمش خانم فلانیه، همشون غیر و ماشینای خوب و پولای خوب و اینها به ما که میرسن آقا این برای شرکت نان پرافیته، آقا این برای اینه، و همشون مثل گداها لبشون آویزون، دستشون دراز.
من گفتم آهان، تنها راهش اینه که مثل اداره پست تلگراف ایران که گفت دیگه حرف مفت قدغن، دیگه حرف مفت قدغن، و شما اگر اون موقع اون آقای دکتر نمیدونم آبرام کیه و صد تای دیگرش مجانی اومدن اونجا، اینا یه سریشون مشتری من بودن، شما هم کار من رو خراب کردی هم به خودت ضربه زدی. با چی؟ با نادانی. کلمه نادانی به هیچ وجه بد نیست. شما امروز دانا شدی. اگر امروز دانا شدی نمیشه که دیروز هم دانا بوده باشی. بله بعضی ها دانا هستن، داناتر میشن، ولی شما اون روز نادان بودی توی این رشته. خیلی رشته ها هست من توش نادانم و هیچ اشکالی هم نداره. آقای صبری حسنپور بچه جنوب، کارش درسته، از تلویزیون رهایی دیدن کنید و اگر پول کلونی دارید برید اونجا برنامه بخرید. ساعتی 400 یورو، نه دو ساعت 400 یورو، حالا دیگه ما اذیتش نکنید، دو ساعت 400 یورو، 30 دقیقه 100 یورو. ولی اگر پول نداشتید، مردمی بودید، مثل ما بودید، تلویزیون مردم ساعتی 20 دلار برنامه، تازه تخفیف هم بهتون میدن. همینجا اجازه بدید من ازتون خداحافظی کنم، بهترین ها رو براتون آرزو کنم. ساعت 4 بعد از ظهر آقای حسن ارشاد برنامه داره، ویدیوش رو حتما ببینید. این ویدیوها تا هفته آینده هم هر روز پخش میشه. قرارداد ما با این دوستان روزی یک بار هست، گاهن روزی دو بار پخش میشه. جالب اینه، نه آقای حسن ارشاد، بعضی از این دوستان میگن آقا ما برنامه پخش نشد، براشون میفرستم که آقا ساعت 3 صبح که پخش شده توی ایران 12 ظهر بوده شما دیدی؟ میگه نه من اون موقع خواب بودم. میگم ساعت 12 ظهر به وقت اینجا دیدی؟ میگه نه اون موقع سر کار بودم. میگم خب شما به من بگو چه ساعتی میخوای پخش بشه تا من پول برنامه زنده ازت بگیرم درست سر اون ساعته برات پخش کنم. مثل این برنامه آقای ارشاد میگه ساعت 4 روز جمعه، من تعهدم ساعت 4 روز جمعه است، باقیش میگن در وقت‌های گوناگون پخش میشه. از این که ما بودید ممنون و متشکرم. تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید، از فیسبوک ما دیدن کنید، ازش استفاده کنید. نزدیک به 8000 نفر شما میتونید نوشتتون یا ویدیوتون رو بفرستید، حتی اگه در تلویزیون‌های دیگه برنامه دارید اینجا اعلام کنید که فلان روز اونجا برنامه دارید. برای 8000 نفر، تقریبا 7800 تا 7790 هم چیزی بفرست با 10 دلار. حساب کنید ببینید 7000 نفر رو شما بخواید کاغذ چاپ کنیم بهشون بدی کجا اینا رو پیدا کنی. ولی اینا بیکارن، توی فیسبوک هستن، ما براشون میفرستیم. چون بیکارن میان برنامه‌های شما رو نگاه میکنن، میان ایمیل های شما رو میخونن، نوشته های شما رو میخونن و الی آخر. باز هم خدمتتون عرض میکنم که دوشنبه با آقای دکتر حسن ماسالی هستیم. میخوام ازشون بپرسیم آقا این نیاز متشکل شدن و جنبش و اینها چیه و چرا شماها نتونستید توی 37 سال این کار رو انجام بدید؟ هی جلسه میذارید، هی میرید آلمان، هی میان واشنگتن، هی میرید یک کشور دیگه، چرا نتونستید این کار رو انجام بدید؟ مرسی، روز روزگار بر شما خوش. از یکایک دوستانی که تلویزیون مردم رو حمایت کردند و میکنن ممنون و متشکرم. اگر شما تا حالا این کار رو نکردی از خودت بپرس، صد بار بدی کردی دیدی ثمرش را، خوبی چه بدی داشت یا حمایت چه بدی داشت که یک بار نکردی؟ منو چه جان، بازم ازت ممنونم. روز من رو، صبح من رو امروز ساختی با اون تلفنت. و همون جوری که گفتم، اینایی که بیلیارد بازی میکنن میدونن شما یه ضربه که میزنی به یه توپ، این توپه به اون، به اون، به اون، به اون، ممکنه توپ آخری ضربش کمتر باشه. فقط مولکول ها هم همین جوره، الکترون ها هم همین جوره. ولی اون یه ضربه شما گاهی وقتا به فقط به یه توپ تموم نمیشه، مگر اینکه خیلی بلد باشی بیلیارد وقتی میزنی بزنی این بخوره به اون وایسه و این منتقل میشه. به خاطر این انتقال سعی کنید حمایت کنید، کمک کنید، نه فقط من و تلویزیون مردم. من بارها بهتون گفتم فکر کنم گردنم از خیلی از شماها کلفت‌تر باشه، احتیاج نداشته باشم، ولی اون دلخوشیه است. به نه من این نامه رسونام میخوام دنبالش برم که آقا عیدی ندیم. یعنی چی کارمند دولت چرا فقط به این یکی عیدی بدیم؟ نمیدونم آشغالی بیچاره که صبح ساعت 5 میاد میبره، هیچ کی بهش عیدی نمیده.
ولی سلمونی باید ایدی بدی، نمیدونم پستچی باید ایدی بدی، ما باید یه قانونی بزنیم بگیم اگه ایدی به ما ندین میام در خونتون نامهاتون رو همیداری. چی بگم بهتون؟ روز روزگار بر شما خوش، به امید دیدارتون دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر. مرسی.